تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. آقای عطابکی، روسیه دقیقاً دنبال چیه پس از فروپاشی شوروی؟ آیا میخواد دوباره برگرده به زمان شوروی، اون رو احیا بکنه، یک کشورگشایی قرن 21؟ دقیقاً چنینه. یعنی صحنه جنگ اصولاً و طبیعتاً صحنه تاریخ پردازیه. آقای پوتین اعلام میکنه، ادعا میکنه که اوکراین همیشه پاره ای از امپراتوری روسیه بوده، نمیخواد بپذیره که این سرزمین بارها و سالهای سال از سوی حکمرانان دیگه هدایت میشده و حکمرانی میشده و نه امپراتوری روسیه، و تنها از سال 1923 دو بودش که در هیئت یکی از جماهیر شوروی سوسیالیستی در اومد. البته پیشتر از اون بخشی از اوکراین به امپراتوری روسیه تعلق داشت، تنها بخشی، اما از سال 1922 به هیئت یکی از جماهیر اتحاد جماهیر شوروی در اومد بیرون. این کشور اروپایی، تماما اروپایی، سنخیت کمتری داره با وضعیت روسیه. فقط یه اشاره کنم که اگر 77% روسیه در آسیا قرار گرفته و 23% در اروپا، در مورد اوکراین 100% این کشور در اروپا قرار گرفته و مردمش خودشون رو اروپایی میدونن. حالا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آنچه که به نظر اومد این بود که دولت روسیه نمیخواست به سادگی بپذیره، و به ویژه دولت پوتین اول و پوتین دوم، که جماهیر سابق اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری های سابق، میتونن در حقیقت سازوکارهای کاملا متفاوتی داشته باشن از آنچه که در روسیه هستش. به همین خاطر هم تلاش کرد از سال 2004، دقیقاً 2004، اعمال نفوذ بکنه در اوکراین و بلا فاصله تلاش کرد که انتخابات اوکراین رو به نوعی مهندسی کنه که از دل این انتخابات رئیس جمهور محبوب و مقبول خودش به روی کار اومد. نخست با به روی کار آوردن آقای یوشچنکو بودش، بعد ما انقلاب مخملی رو داشتیم در 2014 و یولیانا تیموشنکو رو در حقیقت کنار گذاشتن، و از این دست تا سرآخر رسیدیم به این که در حالی در وضعیت کنونی تلاش میکنه که تمامیت هویت در حقیقت تاریخی و ارضی اوکراین رو به زیر سوال ببره. ممنونم از شما. همزمان تظاهرات ضد جنگ روسیه رو به صورت زنده نگاه می‌کردیم در شهر سن پترزبورگ. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، ممنونم از شما.